چطوری که رادیو آزادی تلو می دهد در مغازه های شهری اشق‌آباد برای مواد های خوراکوری نوبت های دراز مشاهده کرده می شود. در ناحیه ها نان را پس از نشان دادن شناسنامه فروخته استادند. در شهر باشد مواد های خوراکوری اساسی مانند شکر، آرد، روغن رستنی کمچینی مشاهده کرده می شود. چطوری که الٹرناتیو این نوستی ترکمنستان اطلاع می‌دهد در مغازه‌های خوراکواری دولتی پایتخت به یک شخص 1 کیلو شکر و 10 دونه تخم مقرر کرده شده است. با وجود این به کودکان محصولات خوراکواری مقرر کرده نشده است. در دشاگوز دسترس نمودن آرد خیلی مشکل است. برای دسترس نمودن 3 کیلو آرد به سریکس مردم یک ماه پیشکی نوبت می گیرند. این هم باشد دسترس نمودن محصولات را کفالت نمی دهد. ساکنان کشور در حالت دشوار قرار دارند. در بازارها دانگی وجود ندارد. نرخ 1 کیلو جوار مکه تا 13 منت افزایش یافته است. مردم به ماموریت مراجعت میکنند ولی غیر از وعده های خالی دیگر چیزی نمیگویند. میگویند خبرنگاران از ناحیه دشاگوز و ایلاوه نمودند که از سبب کمچینی اکثریت نانوای خانه ها فعالیت کاریشان را قطع نمودند. در بعضی ناحیه ها نان را به مسافران نمیفروشند. تنها به ساکنان کشور با طریق نشان دادن شناسنامه فروخته میشود. یادرس میکنیم که سال 2017 برای بازی های ازیاده 2017 رژیم بردی محمدوف از بودجه دولت زیاده از 8 میلیارد دلار صرف نموده بود. گشتیرلی دنیانیم اولارسا یورتونو وکیل